این برنامه بعدی و این از داخل خارج، داخل خارج، این از داخل به خارج، این از خارج به داخل، درست شد. با این میاد رو برنامه اولیه دوباره، با این سرعتش ببین افزایش، با این سرعت یکم میشه که بینش. خب دوستان، بریم سراغ انجام این پروژمون. من میخوام توی این پروژه از یک میکروکنترلر اتینی 13 استفاده بکنم. تعداد پایه‌هاش میبینید کمه. خود میکروکنترلر یک میکروکنترلر کوچیک هست که قیمتش هم پایینه. بعد در کنارش یک IC 595 استفاده میکنم، 74HC 595، که یک IC اگر دقت بکنید 16 پایه است. در واقع این IC یک شیفت ریجیستر با امکان لود همزمان هست، یعنی یک شیفت ریجیستره که ما میتونیم اطلاعات رو روش از طریق این میکروکنترلر ارسال بکنیم و دستور بدیم که همزمان همه بیت ها یک لحظه برن روی خروجی. در موردش قبلا من توضیحاتی دادم که میدونید حالا به چه شکلی این کار میکنه، توی پروژه های قبلی هم ازش استفاده کردیم. بذارید میکروکنترلر مورد نظرم هم بیارم، یک میکروکنترلر اتینی 13A. بله، این همون میکروکنترلر است. ببینید بچه ها، من اولین کاری که میکنم اینه که این میکروکنترلر رو تغذیه بکنم، در واقع مدارم رو تغذیه بکنم. این دوتا رو وصل میکنم روی بورد. پایش رو ببینید کج کردم، این پایه درست بشه. خب این از این VCC گراند این میکرو رو وصل میکنم، VCC گراند این IC 74 595 رو هم وصل میکنم، Output Enable رو وصل میکنم به 0 volt تا فعال بشه، MR رو وصل میکنم به 5 volt تا غیر فعال بشه، DS, ST و SH اینا مربوطن به ورودی اطلاعات از میکرو، این ستا رو وصل میکنم به این ستا پایه که بی صفرم میشه مثلا DS، این یکی بی یکم بشه SH و بی دو بشه ST، یا مثلا این ST برای B1 و SH برای B2 فرقی نداره، هر کدوم وصل بکنیم ما از اون ور توی برنامه تفاوت ها رو در واقع جبران میکنیم. هر جوری وصل بکنیم توی برنامه ما میتونیم که تغییراتی بدیم این اوکی بشه. از این ور 8 تا خروجی داره، Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 و Q7. برای هر کدوم از اینها یک LED میذارم با یک مقاومت 1 کیلو که این LED روشن بشه. از این ور به زمین وصل میکنم برای هر 8 تا. خب من حالا این مدار رو میبندم و از طرف این پروگرامر رو هم وصل میکنم به میکروکنترلرم. ببینید اینم بگم، پایه موسی، میسو، استیکا و ریست روی این پروگرامرم هست، روی میکروکنترلر هم هست. این 4 تا رو وصل میکنم، پایه گراند این پروگرامر رو هم به زمین مدار وصل میکنم، دو تا هم میخوام کلید داشته باشم، دکمه برای فشار دادن و اینکه تنظیم بکنیم برنامه رو تغییر بدیم و سرعت رو تغییر بدیم. از این ور هر دو تا این رو وصل میکنم به زمین و یکی به پایه B3 و یکی به پایه B4 وصل میکنم تا بتونم شروع بکنم به نوشتن برنامه. خب بچه، من این مدار رو ببندم، بعد بریم سراغ برنامه نویسی پروژمون.
خب دوستان، ببینید تا الان همه چی اوکی به نظر میرسه و من مدار رو بستم، از این ور 595 رو بستم، خروجیاش رو LED گذاشتم، بعد مقاومت 1 کیلو برای هر کدوم گذاشتم، دو تا کلید گذاشتم دکمه و مقاومت 220 نانو هم، ببخشید، دو تا خازن 220 نانو هم با این کلید ها من موازی کردم. در واقع برای هر کدوم از این کلید ها یک خازن 220 نانو گذاشتم برای اینکه بانسش رو حذف بکنه. در واقع اینها خازن های دیبانس هستن. خب به نظر میاد که برنامه فقط کمه، فقط باید بریم برنامه رو بنویسیم، ببینیم که به چه شکلی میشه این پروژه رو تکمیلش کرد. بریم روی سیستم تا با هم برنامه رو بنویسیم. خب بچه ها، برای شروع کار نرم افزار کد ویژن ای وی آر رو باز میکنم. اگر این نرم افزار رو ندارید از سایت artamicro.com میتونید به صورت رایگان دانلود و نصب بکنید این نرم افزار رو. خب این کدی که میبینید مربوط به پروژه قبلیه. من میام از منوی فایل کلوز اول رو میزنم، فایل نیو پروژکت، اینجا میام یس اوکی و اینجا میکرو کنترلر مورد نظرم رو انتخاب میکنم، اتینی 13 آ. فرکانس رو میذارم روی 9600. حالا چرا 9600؟ میتونید برای من کامنت بکنید که چرا 9600، چرا 8 مگ نبود، چرا 4 مگ نذاشتم، چرا 2 مگ نذاشتم. خب اینو به این شکل. حالا میام روی پورت، ببینید B0 B1 و B2 هر ستاش برای مقداردهی این IC 595 استفاده شده، پس خروجی هستند. پایه های B3 و B4 ورودی بودند برای کلید، چون به کلید وصل هستن اینا باید پولاپ بشند. از منوی پروگرام جنری سیو آن اگزیت رو میزنم، دیگه چیز خاصی نداره، نمیخواد. اینجا چی بنویسم؟ اسم پروژه رو فلشر. اینطوری خوبه؟ فلشر مثلا 8 کانال، یه همچین چیزی دوست ندارم من همچین نامگذاری ها رو، ولی یه خیلی ها به این شکل نامگذاری میکنن، ما میایم و تبعیت میکنیم. خب اینجا من میام پروژم رو سید میکنم، 3 بار ازم اسم میپرسه. حالا من میام چیکار میکنم؟ اینکلود میکنم کتابخونه delay.h رو، چون میدونم که حتما از دیلی استفاده خواهم کرد. خب و بذار من یه لحظه تولز کد ویزارد رو یه نگاهی بندازم. خب من اینو میبندم. میدونم که قطعا از تأخیر استفاده خواهم کرد، برای همین delay.h رو اینکلود میکنم. میام پایین تا کدم رو بنویسم. ببینید بچه، من اول میام یک استاتوسی تعریف میکنم، میگم این استاتوس اگر استاتوس مساوی 0 باشه بیا فلان کارو بکن. مثلا استاتوس به معنای همون برنامه‌مون باشه. یعنی چی برنامه؟ میگن دیگه مثلا اون نحوه فلشر رقص نور رو بگیم،
من یه اینت استاتوس اینجا تعریف بکنم. مثلا بگیم استاتوس اگر صفر باشه به یک نحوی بیا رقص نور رو انجام بده. اگر استاتوسمون مثلا صفر باشه یه نحوی، استاتوس یک باشه به یه نحوه دیگه، دو باشه به یه نحوه دیگه. فقط قبل از این کار بذارید من اول اون IC 595 رو تست بکنم، یعنی یک تابه بنویسم براش که ما بتونیم اعداد رو بفرستیم روی LED. اول این کار رو انجام بدیم، بعد بیایم سراغ اینکه چطور برنامه رو برای فلشر بنویسیم. من یک تابه تعریف میکنم، void put to ۷۴ HC 595. یه اسم دیگه گذاشتیم اینجا. من اینت آی اینپوت رو تعریف میکنم. حالا میام میگم که اگر آی اینپوت باقی ماندش بر دو مساوی صفر باشه، یه کاری بکن. اینجا من اینسرت هم روشنه. خب اینم داخل پرانتز میذارم که مشکلی پیش نیاد. DS وصل بود به کجا؟ DS بچه وصل بود به بی صفر. پورت بی دات صفر مساوی صفر else پورت بی دات صفر مساوی یک. خب این کار انجام میدم و این کار رو بذارید من به تعداد 8 بار انجام بدم. اینت آی 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 یک اندیس تعریف میکنم، میگم فور، چون 8 تا بیت داریم دیگه، ما 8 تا بیت روی 595 داریم و 8 بیت هم میخوایم براش ارسال بکنیم. پس من یک اندیس تعریف میکنم که اینو 8 بار بیایم بچرخونیم. تعداد بیت هامون مشخصه، برای همین میام از حلقه فور استفاده میکنم. خب این کار انجام میدم و باید یک پالسی بفرستم روی پایه SH، درسته؟ بذار من این کاغذه رو یه نگاهی بندازم. این کاغذه SH وصل بود کجا؟ SHمون، بله دیگه، SH وصله به پایه B2. در لبه بالا روندش یک بیت رو عبور میده. پس من میگم SH که میشه پورت B.2 مساوی 1 دیلی آندرلاین میلی ثانیه، مثلا 3 میلی ثانیه زیاده، اون 1 میلی ثانیه خوبه. بعد اینو دوباره صفرش میکنم، صفر. و کاری که میکنم اینه که این آی اینپوت رو شیفتش بدم به سمت راست مساویه این آی اینپوت 1 بیت به سمت راست شیفتش بدم. بعد از اینکه تموم شد میام سراغ ST. ST‌مون چی بود بچه‌ها؟ برای اینه که اطلاعات بره روی خروجیمون، روی خروجی. بگم پورت B.1 که ST هست، درسته، مساوی 0 دیلی آندرلاین میلی ثانیه، اینجا هم 1 میلی ثانیه. بعد یکش بکنم این رو، اینم
یکش بکنم. خب من انتظار دارم که این تابع بیاد عدد مورد نظرم رو ارسال بکنه روی LED ها به صورت باینری. خب اینو داریم، یه اینت آی هم اینجا من تعریف بکنم یا فعلا از استاتوس میتونم استفاده بکنم. پایین بیام اسم این تابع رو هم بردارم بگم اینجا for status مساوی 0 status کوچکتر از 256 status plus plus. خب این را status رو بفرست روی این ICه. خب حالا انتظار دارم که اعداد باینری 0 تا 255 هی بیاد روی این LED ها. فقط یه تأخیرم بذارم، delay underline میلی ثانیه 100 و این کد رو من میتونم تست بکنم. کنترل F9 بزنم، نو ارور نو وارنینگ. حالا من میام AVR پروگرامر رو باز میکنم، از اینجا اتینی 13 رو انتخاب میکنم، فایل فلش رو لود میکنم، فلشر هش کاناله. خب از اینجا هم که حالا اینم اوکیه، بیام و اوتو رو بزنم، بریم روی مدار ببینیم که آیا چیزی میبینیم. نه متاسفانه هیچ چیزی ما نمیبینیم اینجا. خب ممکنه بچه ها، ممکنه که یه ایرادی داشته باشیم. ایرادمون کجاست؟ آها، من اینجا هنوز وصل نکردم. ببین چقدر خنده داره بعضی وقت این ایرادات. من اصلا این سه تا پایه SH و DS و اینها رو من وصل نکردم. DS مون این باید وصل بشه به DS. DS کدوم بود؟ DS از بالا سوم، یک دو ای سومی، سومی بعد اونو بعد بشم ST. ST کدومه؟ من ST رو گفتم این باشه و SH که از این ور سومیه وصل بشه اینجا. آها خب حالا من نمیدونم که اینجا واقعا داره کار میکنه چیزی یا نه. بذارید یک LED بیارم، یه LED پایه منفیش رو به منفی وصل میکنم، مثبتش رو با یک مقاومتی میارم بیرون، بعد یک سیم بهش وصل میکنم. میخوام ببینم که آیا با این LED میتونم من یک جوابی بگیرم، ببینم آیا اصلا سیگنالی هست روی این پایه ها یا نه. این پایه ها روی این پایه سیگنال هست، این پایه این شکلی، اینم سیگنال داره. دیتا، ببین این دیتا است، بغلی اونه، اینجا هم دیتا داره. خب ببین سیگنال هست روی این پایه ها، سیگنال هست. احتمال داره من اینجاها یک چیزی رو اشتباه بستم، مثلا چهارمی، پایه چهارمی اوتپوت اینیبل، بعد بذار اوتپوت اینیبل درسته، این از این ور مستر ریست رو باید غیر فعال بکنیم. فعالش میشه صرف، غیر فعالش میشه
یک منطقی که از این ور دومی هست. بذار ببینم چیز دیگه ای نیستش. آها ایراد اینجاست. ایراد میدونی کجا بود؟ من پایه گراند این آی سی رو هم به 5 ولت وصل کرده بودم، به خاطر همین بود که خطا میداد. الان ببین اعداد باینری دارن قشنگ لود میشن روی این آی سی. این نشون میده که الان ما برنامه‌مون تا حدی درسته، مدارمون هم ایراد داشت، ایرادش رو رفع کردیم، حالا میتونیم بریم اصل برنامه رو بنویسیم. بذار خب تا اینجاش اوکیه، بریم روی سیستم تا برنامه رو ادامه بدیم دیگه. این قسمت LED و اینها رو هم دیگه من اینجا نیاز ندارم این رو. خب بریم رو سیستم. خب بچه ها ببینید، من اینجا دیگه این حلقه فور رو نیاز ندارم، فقط چیزی که نیاز دارم اینه، این کد رو نگه میدارم، اسم متغیره رو میذارم value. حالا میگم اگر استاتوس صفر باشه ما یه چند تا برنامه باید بهش بدیم. من این ویدیو رو توی اینستاگرام دیدم، ویدیو رو ذخیره کردم اینجا، برنامه ها رو ببینیم با هم. ببین یه برنامهش همینه که الان من نوشته بودم، یه برنامهش همینه، بعد همگی با هم روشن خاموش. پس یه برنامهش همین بود که نوشتیم، بعد یه برنامه هم که همگی با هم روشن خاموش. پس اون برنامه رو من اینجا بنویسم، اگر استاتوس برابر این باشه، اینجا من میام استاتوس مساوی صفر میذارم، بعد اینجا هم یه لیبل بذاریم، لیبل فرست کد، حالا هر چی دیگه اسم دیگه، مثلا این قسمت رو من مشخص میکنم. اسپید رو هم اولش میگم مثلا باشه 20، حالا هر چی که خواستیم بعدا میتونیم کم و زیادش بکنیم. خب این فرست کد رو داشته باشیم، بعد بیایم. خب اگه این شکلی باشه بگیم که فور آی از یک، یا ببخشید فور ولیو از صفر ولیو کوچیکتر از 256 ولیو پلاس پلاس، دقیقا همین چیزی که میخواستیم بنویسیم. اینجا من میام دقیقا همین رو میذارم، فقط به جای استاتوس این ولیو رو میذارم، و به جای دیلی یه مای دیلی میذارم، یک تابعی که خودمون بنویسیم. ببین پس اینجا من یه ولیو تعریف کردم، استفاده کردم، هنوز تعریف نکردم، یه مای دیلی نوشتم ولی هنوز تعریفش نکردم. اگر کنترل F9 بذارم ارور میده، ببین اینا رو ارور گرفت. اسپید رو هم هنوز استفاده کردم، هنوز تعریف نکردم. پس بریم اینا رو تعریف بکنیم، یه چند تا مورد رفت بشه. ولیو اسپید، خب اینا چیز خاصی نبودن، مهم اون تابع است، تابع مای دیلی. یه void مای دیلی تعریف میکنم و میام چیکار میکنم، یه متغیرم اینجا تعریف بکنم، تمپ. داخل این مای دیلی میگم فور تمپ مساوی صفر، تمپ کوچکتر از اسپید، تمپ پلاس پلاس. چیکار میکنه؟ تأخیر میده. تأخیرش چیه؟ همین این که دیلی اندرلاین میلی ثانیه یا میکرو ثانیه، میکرو ثانیه 1000 یا میلی ثانیه 1، فرق نداره، هر دوتاش یکی هست. میلی ثانیه 1
خب مثلا اینجا اسپیدمون اگر 20 باشه 20 میلی ثانیه تاخیر میده. فقط من اینو اینطوری نوشتم بچه‌ها به خاطر اینکه بتونم داخل این حلقه بیام شرط رو بتونم که چک بکنم. اگر پین بی دات سه که برای اسپید هست مساوی صفر شد، بیا چیکار کن؟ اسپید رو به اضافه مساوی دهش کن، بعد بگو اگر اسپید بزرگتر از 50 شد اسپید مساوی 20 بشه. پس ببین من اینجا در واقع اومدم این اسپید رو مقدار دهی کردم بر اساس اون کلیدی که فشار داده میشه توسط اون چیه کاربر. کاربر میاد دکمه رو فشار میده، بر اساس اون میام اسپید رو اینجا تغییر میدم. اسپیدم مقادیر 20، 30، 40 و 50 رو میتونه بگیره. پس سرعت 4 تاست. یه 20، 30، 40، 50. اگر اسپید بیاد 60 بشه دیگه برمیگرده همون 20 میشه. خب این از این برای اسپیدمونه. بعد حالا من میام یک کار دیگه میکنم. اگر بی 4 برابر 0 باشه استاتوس رو پلاس پلاس کن، به اضافه به اضافه کن. و اگر استاتوس بزرگتر از، حالا مثلا نمیدونم چند تا برنامه بشه، بزرگتر از 10 شد یا بزرگتر از مثلا 9 شد، یا بگو همون استاتوس برابر 0 بر اساس برنامه ای که هست. البته اینجا یک تغییراتی باید بدیم، یه تغییرات دیگری هم باید داشته باشیم که فعلا من این کار نمی کنم. چون ببینید وقتی دکمه رو فشار میده کاربر، این ممکنه که ده ها بار بیاد هی این اسپیده تغییر پیدا بکنه، در کل ما نتونیم نتیجه خوبی بگیریم. ما میتونیم که یک کارایی بکنیم، مثلا برای اینکه این اتفاق نیفته و چند میلی ثانیه حداقل ما زمان داشته باشیم، مثلا اینجا بذارم کانتر، پرس کانتر، پرس کانتر. خب وقتی که میاد این دکمه فشار داده میشه، پرس کانتر رو برابر 200 کن مثلا، یا این دکمه اگر فشار داده شد پرس کانتر برابر 200 بشه. و وقتی که این شرط رو بر ما میایم چک میکنیم این کارو بکنیم، بگیم پرس کانتر ماینز ماینز، یا بگیم که اگر پرس کانتر بزرگتر از 0 باشه ماینز ماینز، و بگیم اگر پرس کانتر برابر 0 باشه بیا و این کار رو بکن. پس ما یه 200 میلی ثانیه‌ای به خودمون فرجه میدیم که دکمه فشار داده بشه. حالا احتمالا این کدی که نوشتیم درسته، اگر غلط بود حالا میایم دوباره انجام میدیم. حالا من خودم اینجا میخوام که یک کار دیگری هم بکنم. وقتی که استاتوس برای این کنترل F9 بزنم خطایی نیست، این فرست کد اینجا میخوام بنویسم. این وقتی که اینو انجام دادم بگم go to first code، اصلا ببینم این میشه. first code، first code اینجاست، first code کنترل F9. بله دیگه این لیبل باید قبل از این تعریف میشد، اینجا نمیشه که تعریف بشه. خب اینجا من میام به جای این کار میام ریترن میزنم، ریترن بشه. بعد داخل کدمون هم میایم و چک هایی میکنیم، یعنی در واقع چند تا چیز رو چک میکنیم.
خب بذار حالا بریم برنامه رو بنویسیم ببینیم که چه بلایی قراره سرمون بیاد. خب این اولین استاتوسیه که نوشتیم. فقط اینجا آها یه کاری بکنیم. اینجا من بذار به جای اینکه بگم خروجی نداره بگم خروجیش اینت هست، یعنی به صورت عدد صحیحه. این کاغذ رو بذارم این ور من راحت تر بنویسم. خب ریترن در این حالت که استاتوس رو تغییر دادیم ریترن یک بشه، ولی در غیر این صورت که در واقع کل کد اجرا شده ریترن صفر بشه، یعنی به علت فشار دادن دکمه ازش خارج نشدیم. این یعنی به صورت عادی خارج شدیم، این یعنی به صورت فشار دادن دکمه است. پایین مای دیلی که چک میکنیم اینجا من بنویسم بگم اگر مای دیلی برابر یک شد go to first code، این خوبه. چرا این سیه نوشته نمیشه؟ من کیبوردم مشکل داره. بله خب ببین این الان اوکیه، تا الان فکر کنم مشکلی نداشته باشی. خب این استاتوسمون این اولیش بود، اولیش بود که استاتوسش صفره. استاتوس یکم داشته باشیم در این حالت همش با هم روشن و خاموش میشد، یادتون باشه همش روشن همش خاموش. خب به جای این بذار من این خط رو پاک کنم، حلقه دیگه نمیخوایم. اینم که یک مرتبه بیاد این ور، به جای این بگم 0xff بعد 0x00. خب اینم یه برنامه دیگه است که برای استاتوس یکه. ببینیم این برنامه بعدی چیه. آها این یعنی در واقع چارتای اول چارتای دوم، این میشه استاتوس بعدی. من حالا این همین رو کپی میکنم میگم دو. ببین اعداد باینری رو باید بلد باشی دیگه، عدد باینری بلد نباشی کلاهت پس مرکه است. خب همه این اعداد رو هم من سیستم هگزادسیمال دسیمال باینری اینها رو توی سوپر کلاس کامل گفتم. بچه هایی که سوپر کلاسی هستن و اینا رو نمیدونن بهتره که برن دوباره دوره رو ببینند. خب این اینم برنامه بعدیه برای استاتوس مثلا برابر 3. این به چه شکلیه؟ یک در میانن دیگه، یک در میان میشه 5 و 5 5 این میشه آ. اگر اینو باز بکنی ببین به این شکل اینو هگزادسیمالش بکنی میشه آ. حالا اگر بیای دقیقا همه اینها رو برعکس بکنی میشه 5 5. ببین به این شکل. پس این هم یه برنامه دیگه است. برنامه بعدی آها به این شکله، 8 است. خب بذار اینم من همینجوری دستی بنویسم. استاتوس 4 باشه. به جای این نویسم 0 1 بعد 0 2. اینم کپی میکنم، به جای این میشه 4 بعد این میشه 8 بعد به این شکل میشه 1 2. چهار و 8. ببین اینا اعداد باینری هن ها، بازم تاکید میکنم باید باینری بلد باشید. این 80 میشه
در واقع این، بذار اینو صفر کنم، 80 میشه این، ببین 80 هگزادسیمال، بعد این یکی میشه 40 هگزادسیمال، بعد این یکی میشه 20 هگزادسیمال، بعد میشه 10 هگزادسیمال، میشه 08 04 02 01 1 2 4 8 10 20 40 80 این میشه هگزادسیمال. خب بریم ببینیم برنامه بعدی چیه. برنامه بعدی برعکس اینه. خب عیناً همین رو من پیست میکنم اینجا، این هم بشه 5، فقط جاشون رو عوض میکنم. این ترتیبشون رو عوض میکنم. و این هم که درست. خب 5. این هم که میره و برمیگرده، میره برمیگرده. این 5 بود، بعد اینو بذارم من 6، اسمشو بذارم 6، در واقع از 80 میره به 1، حالا باید از 1 بره به 80. ببین دقیقا همین رو من تکرار میکنم روش، فقط ایجاد دیلی. ببین از 8421، 8421 اینجا یک نباید باشه، خود اینم که اضافه است میشه 1 2 4 8 10 20 40، 80 هم نباید باشه چون 80 اینجا هست، میره و برمیگرد. خب آها، حالا این هم که به این شکله. خب بعدی چی میشه؟ بعدیش من اینجا پیست میکنم، نه اینو کنترل زد بکنم. بعدی 4 تاست، نه میره و بر میگرده دیگه، میره و بر میگرده. این 6 بود، اینو 7ش کنم، در واقع میشه 1 و 8، در واقع 1 و 8. باینری باید بلد باشی. 2 و 4، 4 و 2، 8 و 1. بعد از 8 و 1 باید دوباره بشه 4 و 2، بعد بشه 2 و 4 که تموم بشه. پس 1 و 8، 2 و 4، اینجا ببین این 1 و 8 میشه این، بعد میشه 2 و 4، بعد میشه 4 و 2، بعد میشه 8 و 1، بعد میاد 4 و 2، بعد 4 و 2 میشه 2 و 4، بعد میشه 1 و 8، دوباره 2 و 4، به این شکل. حالا من فکر میکنم که درست، ممکنه غلط هم باشه، که غلط باشه درستش میکنیم بعدا. خب بعدی چی بود؟ 8. بعدی راحت تر از اینه، یعنی 1 و 8 بود، 2 و 4 بود، 4 و 2 بود، بعد 1 و 8 دیگه، این دوتا رو نمیخواست. فکر کنم بعدیش هم که برعکس اینه، داخل به بیرون بود، این هم دوباره برگشت به همون برنامه اول. خب پس این چیزی که گفته بودم نوشتیم، ما یه دونه دیگه هم اضافه کنیم خودمون، بشه 9، همینو برعکسش.
خب خود 9 رو هم داریم دیگه، از 0 تا 9. بذار ببینم استاتوس رو چطور نوشتم اینجا. استاتوس بزرگتر از 9 بشه. آها خب درسته دیگه، احتمالاً این شکلی کاملا درست. من کنترل اف 9 میزنم، این همه کد نوشتیم خطایی نداشت، وارنینگ هم نداشت. کنترل اف 9 میام اینجا اوتو میزنم، بریم روی مدار. این برنامه اوله، با این سرعتش رو ببین کاهش میدم، با این سرعت کاهش پیدا میکنم و این برنامه عوض شد. سرعت خیلی کم نمیشه. بعد از این این بود، بعد از این این بود. سرعت باید یکم طوری باشه که دیده بشه. خب اینجا دیده میشه، اینم برعکسشه، میره بر میگرده. بعد این به این شکل، بعد این فقط از داخل به بیرون، از بیرون به داخل، بعد دوباره برگشت به همون اولی. حالا سرعت رو نمیشه که خیلی کمش کرد که قشنگ دیده بشه. آچه بریم روی سیستم. این سرعت 20 میلی ثانیه خیلی زیاد دیده نمیشه. من اینو 50 میکنم و اینم میذارم روی 100. خب 120 مثلا، اینم بذارم روی مثلا 70. خوبه؟ فکر کنم خوب باشه. خب و این 70ه، این پایینم، اینم 70ش کنم اسپید اولیه رو، یا اولش 120 بذارم، همون 120. کنترل اف 9 اوتو، بریم روی مدارمون. ببین به این شکل میاد، با این برنامهش عوض شد، با این هم برنامه به این شکله. برنامه بعدی، برنامه بعدی با این سرعتش، با این برعکس، با این میره برمیگرده، با این به این شکل، با این از داخل به خارج، اینم این شکل، دوباره برگشت اول. اون آخری، برنامه آخری چطور بود؟ از داخل به خارج، این از خارج باید به داخل میشد. مثل اینکه اینا درست ننوشتیم. بریم روی سیستم یه نگاهی بکنیم. این آخریه مثل اینکه دقیقا مشابه اولیه شد که، آره دیگه، این اصلا عین همینه. یا من دارم اشتباه میکنم؟ درسته دیگه، عینا همینه. خب پس این جاشو عوض بکن. پس من چی بود جاشو عوض کردم؟ یادم نیست الان. اینو میذارم اینجا. من طوری جاشو عوض کردم، آه، که همون تکرار شد دیگه. باید این شکلی میکردم، در واقع تغییر میدادم. اه 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 اه. نشونه اینه که من دارم یه پیر میشم. حتی دروغ میگم، این نشونه پیر شدن نیست، این یه چیز عادیه توی برنامه نویسیه. آدم بعضی وقتا اسکل میشه دیگه. حالا شما به کسی نگید، میرم این ویدیو رو تا اینجا همه نمیبینن، به خاطر همین دارم میگم این حرف. خب بریم رو سیستم یه چکی بکنیم. این برنامه بعدی، برنامه بعدی، برنامه بعدی، برنامه بعدی، برنامه بعدی، برنامه بعدی، برنامه بعدی. این از داخل خارج، داخل خارج، این از داخل به خارج، این از خارج به داخل، درست شد. با این میاد رو برنامه اولیه دوباره. با این سرعتش ببین افزایش، با این سرعت یکم میشه که بینش. یه رقص نور حرفه‌ای عالی فوق‌العاده است که خیلی هم ارزون تموم میشه، میتونی ازش استفاده بکنی. خب دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید.
این پروژمون هم تموم شد. لطفا این ویدیو رو هم لایک بکنید، اگر مقدور هست براتون شیر تو استوری بکنید تا بقیه دوستاتون هم ببینن ویدیو رو و بیان و استفاده بکنن از آموزش ها. ممنونم از همتون، همتون دوست دارم. پروژه تمام، منتظر پروژه های بعدی باشی که پروژه های بسیار خفنی رو میخواییم کار بکنیم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و معید باشید.